سلام به همه شما دوستان عزیز خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیزر یوتیوب امروز میخوام در مورد افزایش فروش و تکنیک هایی که برای فروش میتونیم ازش استفاده بکنیم با شما صحبت بکنم ویدیوی امروز رو تا انتها همراه من باشید قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنم ازتون خواهش میکنم کانال محمود بیز رو در یوتیوب سابسکرایب کنید تلگرام و اینستاگرام این بالا هست این نویس ویدیو هم شده من امروز روش های بسیار خوبی که میتونه باعث افزایش فروش ما بشه به عنوان تکنیک های کاربردی میخوام بهتون معرفی بکنم و بهتون بگم که شما از چه روشهایی میتونید برای فروش خودتون استفاده ببرید ببینید روش های جدید فروش برای افزایش فروش همون روش های عملا قدیمی هست که وجود داره الان یا بروز شدن یا مثلا یه تغییر روی کرد دادن بر اساس فرهنگ مردم که عوض شده اینها هم تغییر کردن و دانش و اون تکنولوژی مشتری به یه وضعیت جدید برای افزایش کارایی و اثر بخشی تبدیل شده رسیدن حالا باید ببینیم که این روش ها عملا قادر به اثرگذاری روی فروش شما و افزایش بهره فروشتون که مهمترین عامل موفقیت شما هست تاثیرگذار خواهد بود و باعث فروش بیشتر برای شما میشه یا خیر ببینید وقتی که میان اطلاعات قدیمی رو بر اساس اطلاعات جدید بر اساس پیشرفت روزانه که افراد دارن تغییر میدن و به روز تکنیک های فروش قدیمی رو میان به تکنیک های نوین که همون تکنیک هایی که الان توی بازار جهانی داریم میبینیم چه اونایی که وبسایت دارن چه اونایی که بازارهای آنلاین رو از آن خودشون کردن اما تلفیقی از بازارهای سنتی دارن و بازارهای آنلاین وجود داره تکنیک های طلایی افزایش فروش عملا خودشون عامل اساسی تجربه عملی بسیار خوبی رو ایجاد میکنه برای افراد که این بسیار بسیار مهمه تجربه مشاور در کنار دانش فروش و مهارت فروش خودش میتونه اثرگذاری بسیار زیادی توی فروش ما داشته باشه اینکه دارم میگم فروش ما ممکنه شما توی هر سنفی باشید و مرتبط با عموم مردم میشه نه یه صنف خاصی که قرار باشه اون رو بگم و این هم که دارم میگم تجربه تجربه مثلا آموزش نیست تجربه آموزش اصلا مد نظر من نیست اگه دقت بکنید مدرسان و مشاورینی که سخنرانی خیلی خوبی توی حوزه فروش دارن در عمل و اجرا خودشون خیلی ناموفقن چون که تمام وقتشون صرف معرفی خودشون شده یا همون شوافی که برای خودشون دارن میگیرن خب این مشاورین و همین افرادی که مدرسن خودشون هرگز محصول رو نفروختن و همیشه مثلا خودشون بیرون رو گود بودن یه افرادی هستن توی ایران الان میاد میگن آقا یک شبه میلیاردر شو آقا من میلیاردر خود ساخته ایرانم من توی شهر قوم زندگی میکنم و الان میلیاردر خود ساختم خب اینها هم الان خود ساخته نیستن چون اینها اومدن با تولید یه کالا و سادگی افراد استفاده کردن این کالا رو فروختن به ثروت رسیدن الان میگن آقا من میلیونر خود ساختم یا مثلا میگن آقا من دیگه کارآفرین موفقم در حالی که شما تجربه اینها رو ببینید هیچ تجربه عملی ندارن و عملا میشه با تشخیص فروشنده حرفی آموزش فروشنده حرفی به فروشنده یا هر چیز دیگه اینها رو تشخیص بدی که برای موفقیت توی فروش شما نمیتونی اصلا به این مسائل و به این افراد تکیه بکنید خب اونم که بهتون میگه آقا بیا یه فروش میلیاردی انجام بده همچین پیشنهادی بهتون میده فقط و فقط به دنبال پوله و اصلا به فکر کمک کردن به شما نیست خب توی بحث تکنیک فروش و اون روش هایی که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم برای فروش کالا من چند تا تکنیک رو امروز بهتون توی این ویدیو بهتون میگم و با هم بررسی میکنیم تکنیک هایی که در مورد فروشنده موفق و تکنیک هایی که برای فروش برای ما ایجاد میشه تا دوستان آشنا بشن شما همیشه باید یه راه حلی برای فروش داشته باشید و یه مدیریت زمان فروش داشته باشید توی ارائه راه حل فروش ما سه تا فروشنده همیشه داریم یه فروشنده فروشنده غیر فروشنده غیر چی میگه کسیه که فقط به دنبال فروش ویژگی های یه محصوله مثلا میگه آقا من میتونم پنج تا ویژگی بیشتر از محصول مثلا فلان رقیبم بهتون بدم خب این یعنی یه فروشنده غیر ای ما یه فروشنده داریم فروشنده متوسطه به دنبال فروش فایده است یعنی میگه من محصول من میتونه زمان دست رو مثلا کم بکنه و از بین ببره این فروشنده فروشنده متوسطه اما فروشنده حرفه کیه فروشنده حرفه کسیه که به دنبال فروش راه حل مثلا میاد میگه که آقا با توجه به اینکه شما این صحبت رو کردید من به شما پیشنهاد میدم که شما از این مورد من استفاده بکنید چون باعث میشه مثلا روی ذهنتون تاثیر بذاره یا میتونه روی سازمان شما تاثیر فروش خیلی خوبی رو داشته باشه به این میگن فروشنده حرفه چون ایشون فقط دنبال فروش راه حل و این فرد موفقه توی ارائه راه حل فروش ایشون موفقه اما مدیریت زمان فروش ما چی میگه زمانی که برای فروش یه محصول ده هزار تومانی باید صرف بکنیم دقیقا همون میزان زمانی که ما برای فروش یه محصول دیویس هزار تومانی داریم زمان میزنیم و کار انجام میدیم و اون زمان و اون محصول دیویس تومانی داریم میفروشیم پس مدیریت زمان میتونه موجب فروش بیشتر ما هم بشه پس یادتون نره شما اگر فروشنده حرفه باشی و مدیریت زمان نداشته باشی فروشی نمیتونی برای خودت ایجاد بکنی و ممکنه موفق هم نشی اما یادتون باشه شما همیشه باید باشید همیشه باشید شاید در خصوص اینکه مثلا میگن تکنیک منقرض شده فروش ABC میگه به مشتری نزدیک باش اونقدر تاکید کن تا بفروشه حتما شنیدید در حالی که شما باید یادتون باشه تکنیک فروشندگی یعنی اینکه شما کمکی برای مشتری باش تا بفروشی این رو شما باید استفاده بکنی اگر کمک بودی در کنار مشتری میتونی بفروشی اما اینکه تو به مشتری نزدیک بشی به خاطر اینکه اینقدر روی مخ مشتری کار بکنی که مشتری به کالای شما رو بخری این اصلا چیز مناسب نیست و شما یک بار میفروشی دیگه منقرض میشی و بین میری خب این تکنیک عملا به شما میاد یه کمک میکنه تو شما تو قیف فروشتون مشتری را مشتری که وجود داره راقب بکنی به مشتری بالقوه با ضریب بیشتر که این مشتری میتونه همیشه به یه مشتری همیشگی برای شما تبدیل بشه اگر قیف فروش شما خالی از مشتریه خب این خیلی سخته شما بتونید اون رو پرش بکنید چون برای تقویت و عملا پر کردن این قیف فروش باید یه پیام جدید بدی یه انگیزه یه جدید ایجاد بکنی یا مثلا یه چی بهش میگن استراتژی جدید ایجاد بکنی برای گفتگو با مشتری هر زمان که شما اینو داشته باشی تاکید تمام روش های نوین فروش به معرفی فروشنده به عنوان یه حامی و نه به عنوان یه مزاحم خودش باعث میشه که مشتری به سمت شما حرکت بکنه پس این تأکیدی که روی تمام فروش های حرفی وجود دارد یادتون باشه شما فقط به عنوان یه حامی باید کنار مشتری باشی نه اینکه واقعا اینقدر مزاحمت ایجاد بکنی که مشتری کلافه بشه این اصلا چیز قابل پسندی نیست مخصوصا توی وقت فعلی دنیا که همه دارن میبینن چه وضعیتی در بازار جهانی و بازار دنیا حکم شما همیشه تمرکز خودتون رو روی کیفیت بذارید به جای کمیت فروش تا حدی میشه گفت که بازی میکنه با اعداد همین چیزی که الان وجود داره اینکه مشتری بلافاصله بعد از سماس شما قیمت میخواد و شما مثلا با اعداد و ارقام به دنبال تحریک مشتری هستید همگی جزء بازی با اعداده مشتری به من زنگ میزنه میگه آقا فلان قیمت چیه فلان قیمت کالا مثلا چنده و بعد من میام بازی میکنم با کلمات هم بازی میکنم با اعداد در نهایت یه قیمت رو به مشتری میگم پس مشتری همیشه دنبال اون قیمت هست اما همه چی واقعا بستگی به اعداد نداره کلید موفقه تو فروش در کیفیت مکالمه شما دقیقا همون گفتگوییه که دارید انجام میدید یه فروشنده هرفی یه شاخصه هایی برای شناسایی مشتری خودش داره و زمان خودش رو اصلا میاد صرف تمام مشتری های برقوه نمی کنه. بلکه برای اینکه بتونه مستقیم به هدف بزنه هدف رو به درستی میاد شناسایی میکنه و بعد در مورد اون هدف خودش به صحبت کردن و خودش رو به مشتری نزدیک میکنه کیفیت رو تمرکز داره روش و کمیت رو سعی میکنه خیلی کم بهش بپردازه به اما یادتون باشه توی تمام کسب و کارها توی تمام فروشهایی که شما انجام میدید همیشه یه مرحله بعدی هم وجود داره هرگز میز مذاکره رو بدون اینکه شما بدون مرحله بعدی چیه نباید خالی بکنید یادتون باشه حتما تا زمانی که مشتری رو پشت خط تلفن یا عملا میز مذاکره دارید زمان جلسه بعدی یا مرحله بعدی رو حتما حتما بیاید با مشتری خودتون هماهنگ بکنید تا بتونید نتیجه مناسب رو در این مورد دریافت کنید یه موردی که وجود داره تو شرکت هایی که مشتریاشون یه شرکت دیگه است مثلا بیزنس هایی هستن که بی تو بی دارن کار میکنن خیلی دیده شده که مثلا فروشنده بعد از معرفی یه محصول یه خدمات میاد جلسه بعدی مذاکره رو بدون اینکه هماهنگ بکنه میره توی مرحله بعد و بدون اینکه جلسه بعدی ایجاد شده باشه یه حالی از ابهام تو ذهن اون مشتری و اون شرکت ایجاد میکنه تو این حالت ممکنه تا تماس بعدی مشتری هم از دست بره و شما هم متاسفانه به نتیجه نرسید اما یه فروشنده حرفی در خصوص زمان جلسه بعدیش حتما به توافق میرسه و اگه قرار باشه یه پروپوزالی ارسال بکنه سعی میکنه اونو حتما اونو حتما مثلا به یه جلسه حضوری تبدیل بکنه تا مشتریشون از دست نده اگر کسب و کاری دارید که نیاز به معرفی داره مثلا شما یه پرزنتی میخواد انجام بدید و مشتری میخواد فالو بکنید ممکن مشتری مثلا بگه آقا برای من پروپوزال بفرست من بررسی بکنم خب این شما باید سعی بکنی در نوع گفتار طوری برخورد بکنی که اون مشتری از اون درخواست پروپوزال تبدیل بشه به شخصی که میگه آقا یه جلسه حضوری بذار من ببینم ببینم چی هستی چی هستی دوباره چی میگردی چند چند ماه دیگه خب زمانی که شما این کاری کردید باید بدونی که این مرحله بعد برای شما ایجاد شده و شما میتونید منتظر و معید این باشه که شما قرار یه کالایی رو بفروشی یادتون باشه شما همیشه باید یه فرد مناسب پیدا بکنید یکی از روش های نوین فروش عبارت از اینه که شما پیدا بکنید یه فردی که تصمیم گیرنده اصلی باشه یه نفر به من زنگ زد گفت محمود میشه در مورد فلان چیز ما هم دیگه صحبت بکنیم یه جلسه با هم دیگه داشته باشیم تا بتونیم مثلا در مورد فلان چیز به توافق برسیم من بهش گفتم ببین دوست عزیز شما به عنوان یه شخصی که سمت شغلی کاری توی اون سازمان محیط کاری مثلا درجه پنج هستی من ترجیح میدم با نفر اصلی که قرار مذاکره بکنم این پتانسیل رو خرج بکنم و در مورد اون کالا باش صحبت بکنم نه اینکه با شما که تازه قرار به بالا سایت بگی بالا سایت به بالا سریش بگی بالا سریش به بالا سری بگه و ده نهایت وصل بشه به نفر اصلی و این زمان رو از من بگیره طرح من رو بسوزونه و شبهات مختلفی دوش ایجاد بکنه من ترجیح میدم با تو صحبت نکنم زمانی بذار که من بتونم تصمیم گیرنده اصلی رو باش صحبت بکنم و من با تصمیم گیرنده اصلی به توافق برسم و بعد اون تصمیم گیرنده اصلی باشه که به شما بیاد مسائل رو مطرح بکنه نه منی که قراره یه پروژه رو مثلا برای شما اجرا بکنم و به توافق برسونم ببینید تو نمایشگاه های ایران که الان برگزار میشه حتما دیدید که فرد حاضر توی قرفه عملا هیچ اختیاری نداره و فقط اونجا حاضر شده و وقتی شما مثلا یه سوالی ازش میپرسید اون میگه بذار من در مورد این اطلاعاتی ندارم به بالا سریم اطلاع بگم به بالاتری ارجاع بدم و ازش بپرسم که مثلا این مسئله چطور حل میشه یا اصلا این اختیارات وجود داره یا نه اگر ازش پرسیدی که مدیر کیه گفت بفرمایید خود من هستم یا مثلا خیلی چیزایی دیگه میتونی انتظار داشته باشی که چیزی که مد نظرت هست بهش برسی اما اگر فرد مذاکره کننده شما هیچ کاره باشه و اولا هیچ اختیار نداشته باشه مذاکره با هیچ کس هیچ نتیجه برای شما ایجاد نمیکنه پس شما همیشه دنبال یه فرد مناسب باشید تا بتونید کارتون رو پیش ببرید مورد بعدی که وجود داره یادتون باشه همیشه قبل از اینکه یه مذاکره فروشی انجام بدید حتما یه تحقیقاتی داشته باشید فروشنده حرفی حتما بدون اطلاعات وارد مذاکره فروش نمیشه هیچ بهانه نباید در مورد تحقیقات پیش از مذاکره مورد قبول قرار بگیره چند وقت پیش یکی از دوستان من تعریف میکرد که رفته بودم برای خرید یه سیاره خب از یه کارفرمایی میخواستم این سیاره رو خرید بکنم با اینکه اطلاعات کافی از شرکت کارفرما در اختیارشون عملا وجود داشت اما معرف محصول اطلاعات کافی در خصوص شرکت کارفرما نداشت و بعد از گذشت تقریبا یکی دو ساعت از زمان جلسه تازه دوباره رسیدن به نقطه صفر مذاکره خب این نشون دهنده و بیانگر اینه که عدم توانایی مدیریت فروش توی اون سازمان واقعا مشهوده یعنی اونا نمیتونن راحت مدیریت فروش داشته باشن در حالی که یه شرکت و فروشنده حرفی با داشتن اطلاعات کافی سعی میکنه که فایل پرزنت خودش رو بر اساس نیاز کارفرما تنظیم بکنه تمام تکنیک ها و روش های نوین فروش بر هوشمندی و درک نیاز مشتری همیشه تاکید داره و تاکید هم خواهد داشت یادتون باشه شما باید ایجاد ارزش بکنید ایجاد ارزش مهمترین کاریه که یه فروشنده حرفه ای میتونه در گفتمان فروش خودش انجام بده ایجاد ارزش برای محصولات و خدمات بهترین شیوه برای ایجاد رابطه قدرتمند و تحریک مشتریان بالقوه است ببینید مشتریان علاقه مندن با فردی کار بکنن که تو فروش محصولات و خدماتشون موفق باشه و حرفی باشه و بتونه ارزش آفرینی بکنه برای اون مجموعه ارزش ایجاد شده هم باید بتونه مشتری رو به خرید مجدد سوق بده ببینید توی کلیه روش های نوین فروش تاکید روی ایجاد ارزشه و این خیلی دیده میشه ایجاد ارزش خودش باعث فروش شما میشه باعث این میشه که بتونید مشتریان جدیدی به دست بیارید بتونید فروش بیشتری رو تجربه بکنید و به درآمدهای بالاتری هم دست پیدا بکنید و اما مورد بعدی که وجود داره توی این مورد که در مورد روش ها و تکنیک های فروش میشه با امودش باش صحبت کرد اینه که درک خریدار رو باید داشته باشید یه فروشنده حرفه میتونه ترجیحات متفاوت و عملا علایق مختلف خریدار رو تشخیص بده باید بدونید که روش تصمیم سازی مشتری در مقابل فروش شما چیه و در مورد اینکه پیشنهاد فروش شما میخواید بدید چه چیزی ممکنه وجود داشته باشه اگه اینو بدونید حتما میتونید فرایند فروش خودتون رو با فرند مشتری بیاید و هماهنگ بکنید حالا چه کسی برنده است مطمئنا هر دو طرف اینجا برنده میشن و هر دو وین وین میشه این دقیقا همون حالت دو طرف برنده است روش های نوین و فروش همگی به درک صحیح و دقیق مشتری تاکید میکنم برای درک صحیح مشتری حتما شما باید شخصیت شناسی مشتری رو بدونید که این خیلی واقعا مهمه که توصیه میکنم حتما حتما شخصیت شناسی رو برید سراغش اما یه سالی اینجا ایجاد میشه پاسخ به یه سال اساسی که چرا؟ چرا باید این اتفاق بیفته چرا محصول شما بهتر از سایر رقیبانه چرا مثلا قیمتش بیشتره چرا من با محصول شما باید نیاز داشته باشم چرا باید حرف شما رو باور بکنم چرا من باید بیستم و منتظر باشم تا مثلا تو به عنوان یه فروشنده برام بیا سخنرانی بکنی شما در طول مدت مکالمتون در طول مدت گفتگوتون باید به تمام این سالات پاسخ بدید ببینید خیلی دیده میشه که فروشنده حتی اصلا علاقه من به صحبت با مشتری خودش نیست چه برسه به اینکه مثلا بخواد به سوالات ذهنی مشتری جواب بده هر کدوم از این مواردی که بهتون گفتم باید عملی بشه تا جواب مورد نظر به دست بیاد شاید شما خیلی از اینا رو تو کارتون رعایت نکرده باشید یا رعایت کرده باشید سوال اینجاست که آیا با کیفیت عالی انجام شده یا فقط شما اومدید انجام بدید شاید یک یا چند مورد از این مواردی که بهتون گفتم رو باید اصلاح بکنید و موارد جدیدی بهش اضافه بکنید اینکه قیمتش بیشتره چرا قیمتش بیشتره اینکه محصول شما کاربردیه چرا اصلا برای من مورد نیازه چرا من باید وایسم که شما برای من صحبت بکنی با من یه فروشنده چرا چرا و چراهای دیگه که ممکنه برای یه خریدار و یه فروشنده ممکنه ایجاد بشه همه این مواردی که بهتون گفتم روش های مهمی هست که شما برای فروش خودتون حتما باید از اونها به موقع و درست استفاده بکنید چون میتونه باعث فروش بیشتر شما باشه امیدوارم که ویدیوی امروز برای دوستان کاربردی باشه و ازش استفاده کرده باشید تمام مواردی که بهتون گفتم جز مواردیه که میتونید برای فروش بهتر از اونها استفاده کنید و مطمئنا میتونه در بازار کسب و کار به شما کمک بسیار زیادی رو بکنه امیدوارم که از ویدیو امروز خوشتون اومده باشه لطفا ویدیو رو حتما با دوستاتون به اشتراک بذارید و اگه خوشتون اومده از ویدیو حتما لایکش بکنید کانال محمود بیز رو هم در یوتیوب حتما فالو بکنید وقتتون بینید که سلامتی باشه تا ویدیو بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم خدا من یار و نگهدارتون